بانک مرکزی ایران نرخ تورم در ایران را حدود چهل درصد اعلام کرده است. تورمی کم سابقه که توان زندگی را از خیلی ها رو است. توافق هفته گذشته ایران با قدرت های جهانی بسیاری را به بهبود و اوزا امیدوار کرده. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت امروز به خبرنگاران گفته بیش از 8 میلیارد دلار از منابع خارجی بلوکه شده ایران آزاد خواهد شد. به گفته ای آقای نوبخت توافق هسته ایران دستاورت های زیادی در حوزه اقتصادی به دنبال خواهد داشت ما مشکلات رو به حول و قوه الهی و با حمایت و کمک مردم حل خواهیم کرد ما از تنگناهای اقتصادی عبور خواهیم کرد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم سه شنبه گذشته در جریان گزارش صد روزه خود به مردم وعده داد روزهای بهتری در انتظار اقتصاد ایران است. آقای روحانی گفت نرخ تورم تا پایان امسال 5 درصد کاهش خواهد یافت و به 35 درصد میرسد در این حال محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری فارس گفت تنها 8 درصد از نرخ تورم مربوط به تحریم هاست به گفته آقای باهنر حدود 16 درصد از تورم در ایران ساختاری و حذف آن نیازمند جراحی اساسی است که اگر کار آن همین امروز شروع شود اتمام آن چهار سال طول خواهد کشید آقای باهنر تاکید کرده حتی اگر همه تحریم ها لغو شود تورم دو رقمی در ایران به قوت خود باقی خواهد ماند اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران اخیرا رشد منفی اقتصاد و نرخ تورم در ایران را در طول 50 سال گذشته بی سابقه عنوان کرده است به گفته اسحاق جهانگیری رشد اقتصاد ایران در سال گذشته منفی پنج ممیز یک بوده و میزان تورم به چهل و یک درصد رسیده است. جهانگیری گفته است میدانیم که مردم به دلیل افزایش نرخ شهست درصدی اقلام خوراکی با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند. اما نرخ تورم در ایران به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی حتی بیشتر از آن است که مقامات کشور می گوید. حسین راغفر به روزنامه شرق چاپ تهران گفته است نرخ تورم از سوی مراجع رسمی جمهوری اسلامی دستکاری می شود. به گفته آقای راغفر تورم در ایران سه رقمی و صد درصد است. پوریا نواب صدای آمریکا واشنگتن